و اکنون همه با هم برای عیسی مسیح تشویق بلند. دوستان عزیز، چقدر زیباست که در اینجا در حضور خداوند جمع شدیم. همان برنامه را ادامه می دهیم. این سومین برنامه شد. قسمتی از کلام خداوند که مربوط به وعده ها را که توضیح دادیم کار کردیم و این موضوع برای همه ما خیلی مهم است. امروز برای یاد گرفتن چیزهای زیبای مهمی وجود دارد. ما از نامه دوم پولس به قرنتینیان شروع کرده ایم. اولین قسمت. آیه 20 را خواندیم. در اینجا فرستاده الچین ها را می گوید. قرنتینیان 2:1-20 زیرا چندان که وعده های خدا است، همه در او بلی و از این جهت در او آمین است تا خدا از ما تمجید یابد. در اینجا نکته‌ای که زیرش را خط کشیدم، دانستن همه چیز لازم نیست. باور کردن آن وعده ها کافی است. همه آنها، همه وعده ها در عیسی مسیح بلی است. این برای جلال خداوند هست. اما از طریق ما هست. خدمات ما در کار خداوند خیلی اهمیت اساسی دارد. چیزی را که باید انجام دهیم را نفهمیم و یا بفهمم، اما انجام ندهیم، فرصت بزرگی را از دست می دهیم. تمام وعده های خداوند انجام خواهد شد. و برای این، من و تو مورد استفاده قرار خواهیم گرفت. ما با اراده عالی خداوند عوامل رخ دادن حقیقت هستیم. اما فقط با دانستن این نیست. با توجه به توضیحات خداوند، به ما این را با رفتار انجام می دهیم. کتاب مقدس به ما گفته بود که خشم انسان منجر به حقانیت خداوند نمی شود. در درون من تقدس خداوند این را انجام می دهد. هنگامی که با نام عیسی مسیح زندگی می کنیم، هنگامی که با توجه به نوشته های مقدس زندگی می کنیم، به خداوند متصل می شویم و پر از انرژی روح می شویم. هدایت را دریافت می کنیم، رهبری خداوند را حس می کنیم. بنابراین، ما اعلام پیروزی می کنیم. هر بار که خداوند حرکت می کند، لطفاً مرا دنبال کنید. افقهای جدید را باز کنید. اکنون رومیان قسمت 15. رومیان 15:8. زیرا می گویم عیسی مسیح خادم ختنه کردید به جهت راستی خدا تا وعده های اجداد را ثابت کند. اکنون سعی کنیم تا این را درک کنیم. در طول تاریخ جهان و انسان، انسان‌ها در راه خداوند متفاوت از یکدیگر از روش‌های مختلفی خودشان را از نظر اخلاقی و روحی کثیف کردند. اغلب اختلال اخلاقی ایمان در واقع اختلال روحی ایمان هست. شرایط روانی یک مرد یا زن فقط باز شده است. با نگرشی که از زندگی می‌گیرند، نوع لباسی را که می‌پوشند و یا چیزهایی که می‌گویند، آنهایی که رابطه خوبی با خداوند ندارند، تنها چیزی را که فکر می‌کنند چیزهایی هستند که بیدین ها دوست دارند و معمولاً اینها چیزهای خوبی نیستند. آنها مناسب با پوشش دینداران لباس نمی پوشند و به جای خداوند خواستهای افراد دیگری را انجام می دهند. آنهایی که از لحاظ معنوی وضعیت خوبی دارند خواسته خداوند را انجام می دهند. یعنی خداوند فساد بشریت را می دید. ابتدا همه آنها را نابود کرد و با ساختن کشتی توسط نوح برخی ها را نجات داد. اما با نابود کردن بسیاری از مردم کارساز نبود. در قلب انسانهای پلیدی بود. سپس خداوند در شهر اور کلدانیان مردی را دید. اسمش آبرام بود که بعدها اسمش را به ابراهیم تغییر داد. او از دیگران متفاوت بود. او شرکت در این دوره ها را رد کرد. شرکت کردن در زندگی از نوع زندگی اطرافیانش را رد کرد و شروع به جستجوی خداوند کرد و ابراهیم صدای ابراهیم را شنید. خدا به او وعده های خاص داد. پسرش اسحاق و پس از آن به یعقوب پدران شناخته شده این افراد به خدا خدمت کردند و کار او را انجام دادند. فقط با نگاه کردن به شناخته شده ها 3500 سال پیش موسی و سپس نویسندگان دیگر می توانیم در مورد این افراد چیزهای متفاوتی را ببینیم. آنها استانداردهای اخلاقی بسیار بالایی دارند. همیشه حقانیت خداوند را انجام داد. آنچه را که انجام داد چیزهای درستی شده بود. خداوند در آن زندگی ها بود. برای توضیح روادید آیه را دوباره بخوانیم. رومیان 15:8 زیرا می گویم عیسی مسیح خادم ختنه گردید به جهت راستی خدا تا وعده های اجداد را ثابت گرداند. خداوند اتفاق افتادن چیز خاصی را گفت.
اما این اتفاق نیفتاده بود چون در مردم به اندازه کافی ظرفیت برخورد با این نیست. حتی اگر در این مردان استانداردهای اخلاقی بسیار بالایی باشد، هنوز چیزهای ناقص هست و عیسی مسیح خادم یهودیان شد. با چه هدفی؟ برای نشان دادن قابل اعتماد بودن خداوند را. در واقع آن حرف ها مورد اعتماد است. امروز این وعده ها متعلق به فرزندان خدا هست. امروز در جهان برای یک انسان یهودی بودن خیلی آسان هست. یا نشدند، از هر ملتی، از هر فردی بودند. خب، ما برای گرفتن وعده های خداوند چه باید بکنیم؟ فقط باید گوش دهیم و هنگامی که این را درک می کنیم می توانیم حقانیت خداوند را بلا فاصله در زندگی پیاده کنیم. هم وعده های خداوند را هر کدامش مورد اعتماد هست. به دلیل خدمتکار بودن عیسی مسیح برای یهودیان این چنین است. خدمتکار بودنش واجب بود که بتواند هر یک از وعده های خداوند را به واقعیت تبدیل کند. در زندگی های من لحظه ای که به آنها باور می کنیم، اگر آنها را در زندگی پیاده کنیم، هر یک از وعده های خداوند در جلال پدر بلی و آمین است. اما به واسطه ما، با پیاده کردن آنها در زندگی، با انجام دادن کار خداوند، هنگامی که فردی خواسته های خداوند را شروع به درک کردن می کند، خواسته خداوند آنها ثروتمند کند. خواسته خداوند آنها شفا دهد. خواسته این که آنها را در زندگی تقدیس کند. زندگی آن فرد از هر جنبه برکتمند کند. به این معنی هست که از خداوند وعده هایی که به خود او داده شده را می دزدند. آنها از خداوند بیشتر از سرقت برکت های او انجام می دهند. چون آنها را به آشغال می ریزند. اما خواسته خداوند آوردن این جلال به زندگیشان، لحظه ای که درک می کنند، شروع به برکتمند می کند. چند ماه پیش در مکزیک موعظه می دادم. هرگز آن پیرزن را فراموش نمی کنم. تقریبا 80 سال داشت. چیزی را که در اینجا توضیح داده شد را درک کرده بود و باور کرده بود. 10 سال آخر را نمی توانست دستش را باز و بسته کند. همیشه باز می ماند. دست راستش بود یا که دست چپش دقیق یادم نمی آید. یادم نیست کدام دستش بود. اما به سکو آمد و شهادتش را با ما اشتراک گذاشت. آمد و چهره او تقریبا نورانی بود. در عالم خود یک زن بود. گفت که میرا، میرا، به این نگاه کن. دیگر دستم را می توانم باز و بسته کنم. شکر و سپاس بر خداوند باد. این است جلال خداوند. به نظر شما خداوند در زندگی شما چه می خواهد انجام دهد؟ آیا به نظر شما خداوند می خواهد شما را در زمینه های اقتصادی غنی کند؟ بله، ممکن است خداوند این را برای شما بخواهد. اما باید وارد عمل شوید. آیا احساس می کنید که باید به اشتباه هایتان پایان دهید؟ البته خداوند هست که با قلبتان حرف می زند و می خواهید با عدالت خداوند می خواهید به او گوش فرا دهید. او افتخار خواهد داد و زندگیتان خوشنود خواهد شد. فرض کنید که در سالهای آخر همش بیمار بودید و تا آخر عمرم رنز خواهم کشید. تا آخر روز نه می توانید شفا پیدا کنید. گرانتینیان 1:20 زیرا چندان که وعده های خدا است، همه در او بلی و از این جهت در او آمین است تا خداوند از ما تمجید یابد. باید این را باور و انجام دهید، طوری که خداوند در زندگیتان افتخار کند. شفا پیدا کردن خیلی خوب است. از درد و رنجتان نجات خواهید یافت. دستتان را باز و بسته خواهید کرد. زانوهایتان خم خواهد کرد. شروع به دیدن خواهید کرد. به شنیدن، شروع به زندگی عادی خواهید کرد. خلاص شدن از بیماری هایتان فوق‌العاده خواهد شد. اما چیزی که بیشتر فوق‌العاده خواهد بود. گرانتینیان 2:1-20 زیرا چندان که وعده های خدا است، همه در او بلی و از این جهت در او آمین است تا خداوند از ما تمجید یابد. دوستانم، کسانی هستیم که اینها را به واقعیت تبدیل می کنیم. دوستان، اگر در یک گوشه ی زندگیت به یکی احساس نفرت داری، خشم احساس می کنی، او در آنجاست، در درونت، در آنجا قفل شده. به آن گوشه برو و از آن خلاص شو. اگر در تو روح حسودی هست و برای سرخوردن پای آن شخص روزها در انتظار هستی، دیدی به تو گفته بودم. از این حس خلاص شو و برای هرگز سر نخوردن پای او دعا کن. اگر در درونت نفرت هست، اگر آن شخص در دوره از زندگیش به تو کاری انجام داده که صدمه زده و یا آسیب رسانده،
اگر در دست بدیها گروگان شده، ببخشید، رها کنید. اگر کار اشتباهی را انجام دادید، دروغ نگویید، مخفی نکنید. قلب و روحتان را بگشایید. چون در غیر این صورت کسی می شوید که جلال و شکوه خداوند را به سرقت می برید. این چیزی است که نمی خواهید انجام دهید. قرنتینیان 2:1-20 زیرا چندان که وعده های خدا است، همه در او بلی و از این جهت در او آمین است تا خدا از ما تمجید بیابد. رومیان 5:19-8 زیرا می گویم عیسی مسیح خادم ختنه گردید به جهت راستی خدا تا وعده های ازداد را ثابت گرداند. آنها به حقیقت پیوستند. آنها به میدان آمدند. آنها حقیقی شدند. امروز برای انجام دادن در عقب چه ماند؟ باید در درست شدن آنها شرکت کنی. این حرفی است که برای حفظ انسانها هست. می گوید که من، بله تو فرد خجالتی، بسیار ترسو هستی. هیچ جسارت نمی کنی که در برابر انسانها حرف بزنی. جسارت این را نداری که یک موضوعی حقت را ادعا کنی. عمر می آید و می گذرد و تو همچنین باقی می مانی. این را متوقف کن. مانند دیوانها رفتار می کنی. باید از نگرش نجات یابید. آیا به همان چیزها ادامه خواهی داد؟ هرگز. اگر تا به امروز چیزی کارساز نبود، هرگز زندگیت را تغییر نخواهد داد. قرنتینیان 2:1-20 زیرا چندان که وعده های خدا است، همه در او بلی و از این جهت در او آمین است تا خداوند از ما تمجید یابد. در واقع آنها حقیقی هستند. فقط عیسی مسیح آنها را انجام داد. با نام عیسی مسیح صاحب این برکت خواهیم شد. برای چه؟ برای جلال و شکوه خداوند. از طریق ما، خداوند در ما کار می کند. ما را به عنوان ابزار شکوه و عظمت استفاده می کند. با گرفتن تصمیمات و سپس به آنها. رومیان 5:18 زیرا می گویم عیسی مسیح خادم ختنه گردید. به جهت راستی خدا تا وعده های ازداد را ثابت گرداند. تمام شکوه را ترک کنید. می توانید خادم یهودیان شوید. خالق کل جهان خداوند این را انجام داد. به خاطر حقانیت خداوند، به خاطر گفته های خداوند این را انجام داد. حقانیت خداوند یعنی چه؟ یعنی خداوند وعده هایش را انجام می دهد. خداوند آنچه را که انجام می دهد را گفته. همه این برای آزادی انسان ها هست. خداوند حمل کردن تمام نقاط ضعف ما را بر عیسی مسیح را گفته بود. خداوند به خاطر گناه های ما عذاب کشیدن خداوند را گفته بود. خداوند وعده برکتمند کردن ما را داده بود. و به خاطر حقانیت خداوند او باید خادم یهودیان می شد. همه اینها را برای چه انجام داد؟ چرا شدنش را در اینجا می گوید؟ رومیان 5:18 تا وعده های ازداد را ثابت گرداند. و امروز باید در زندگی خودتان درست شود. الکل و سیگار می کشد. از طریق بینی چنین چیزهایی آیا مشابه اینها را انجام می دهید؟ امروز به این پایان دهید. بگویی که خداوندا من با تو بازی می کردم. خدایا به عذاب ابدیت دچار خواهم شد. چون حقانیت تو را نمی توانستم عمل کنم. به روح دروغ گفتن گرفتار می شدم. رومیان 5:18 زیرا می گویم عیسی مسیح خادم ختنه گردید به جهت راستی خدا. شما هم باید چنین کنید. اما چطور؟ با حقانیت خداوند. خداوند این را با دقت حقیقت به شما توضیح داد. چرا باید این را انجام دهم؟ خداوند به خاطر و حتی خیلی از زندگی ها را وعده هایی که اجدادمان انجام داد. چون همه چیز از نوع دیگر فقط نابودی به بار می آورد. هیچ چیز دیگری به جز دروغ و دام شیطان نیست. اما خداوند می خواهد تا زندگیتان برکتمند شود. پدر، من به این پیام رسیدم. پدر، به انسان ها کمک کن. امروز به اینجا خیلی از افراد پیروز خواهند شد. با نام عیسی مسیح، خیلی تشکر می کنم. آمین. به قسمت سوال و جواب برویم. دکتر سارس، یک ایماندار چطور میتواند بدون کبر و خودپسندی اعتماد به نفسش را توسعه دهد؟ خواهر عزیزم، اعتماد به نفس هیچ علاقه به کبر و خودپسندی ندارد. آنها نشانه عزت و نفس پایین هستند. چون آنها در تلاشند که بهترین بودن خود را به اثبات برسانند. هنگامی اعتماد به نفس میشود که با خداوند راه بروی. این تنها راه برای موفق شدن در زندگی است. هنگامی که با خداوند راه می روی، به همان چیز اطرافتان احترام می گذارید. می توانید که شما یکی از پیروزمندان هستید. همیشه صبر می کنید. منتظر رسیدن نوبه خود می شوید. و با اعتماد حرف می زنید.
اگر امروز شما از نوعی که قبلا بحث کردیم خجالتی هستید، این از روح بدی در زندگی هست. خواهرم، هر یک از ما یکسان هستیم. در بین من هیچی فرقی نیست. باید چند بار با اشخاص واجد شرایط صحبت کنم. آقای رئیس جمهور و یا نخست وزیر، به مقام آنها احترام می‌گذارم. اما آنها هم درست مثل ما هستند. افرادی که عزت به نفس پایینی دارند می‌گویند که خیلی بد هستم. این روح بدی هست که به شما چسبیده. شما هم همانند انسان‌های دیگر دنیا هستید. کوچکترین تفاوتی در بینتان نیست. ما در ظاهر و شباهت خداوند آفریده شدیم. بلند شویم. دوستان، وعده ها را به حقیقت تبدیل کنیم. ما همه وعده ها را کسانی هستیم که وعده ها را به حقیقت تبدیل می کنیم. خواسته خداوند را به جای می آوریم. اگر حرکت و یا کاری انجام ندهیم، خداوند هیچ کاری نمی کند. اکنون برای دعا کردن سرتان را خم کنید و چشم هایتان را ببندید. پدر، اکنون در حضور مقدس و باشکوه تو می آییم و این را با نام عیسی مسیح انجام می دهیم. هر چیزی که به ما متعلق است را اعلام می کنیم که از آن ما هست و آموختیم که همه وعده های تو، همه وعده هایی که خداوند به ما داده، تمام وعده های موجود، هر یک از آنها در عیسی مسیح بله و آمین هست. خدایا، از تو می خواهم، همکنون بیا و مداخله کن، آمدنت و شفا دادنت را، می خواهم آمدنت و خلق کارهای بی نظیرت را، می خواهم. خدایا، آمدنت و تغییر دادن این زندگی ها را می خواهم. خدای من، این انسان ها باید نجات یابند. باید از این فشار ترسناک نجات یابند. خدایا، انسان هایی هستند که به اشتباه و خطاهایشان اسیر شدند. خدایا، به تو دعا می کنم و اکنون مسئولیت معنوی را که به من داده ای را استفاده می کنم و خداوندا، این زندگی ها را برکتمند خواهی کرد. خدایا، از تو تغییر واقعی را می خواهم. دوستان، اکنون با خداوند حرف بزنید. چون دوستان، ما هستیم که وعده های خداوند را به واقعیت تبدیل می کنیم. اگر الان وارد عمل نشوید، قدرت خداوند هم قبل از وارد عمل شدن منتظر می ماند. اگر وارد عمل شوید، اما شما فقط تلاش می کنید، مانند متعصبان دیندار. گوش کن مرد بزرگ، به زودی به زمین خواهی افتاد. می خواهم سرت را از تنت جدا کنم. می توانید خارج شدن شیطان از زندگیتان را بخواهید و او مجبور به ترک خواهد شد. این دشمنی که به شما حمله می کند، کل هدفش از آن که به شما انجام می دهد نابودی آوردن، شرمسار کردن شما، بدهی به بار آوردن و انباشته شدن قبوز چه می شود؟ خداوند تلف شدن شما را نخواست. بسیار خوب. به من گوش دهید. مردان کسب و کار، در اینجا صحبت از موضوع نمایش جادوگری نیست. باید به گفته های خداوند که به قلبتان گفته باور کنید. خداوند قلبتان را تغییر خواهد داد. خداوند شما را تغییر خواهد کرد. فردی که در مچ دستش درد دارد، تو هم اکنون از روح بد بیرون خواهد رفت. خداوند آتشش را ارسال می کند. خداوند قدرتش را می فرستد. الان برای تو از بهش قدرت فوق‌العاده اش را می فرستد. و هر چیزی که در زندگیت اشتباه است، اکنون به خاکستر تبدیل می شود. درد پشت پاهایت اکنون از بین می رود. اکنون برای پسرتان دعا کنید. برای دخترتان دعا کنید. برای زندگی مشترکتان، همسرتان، برای فرزندانتان، برای آنها دعا کنید. برای آنها واسطه شوید. به خداوند بگویید که خدای من آنها را برای خدمت کردن به تو به این دنیا آوردم. به شیطان نیست. برای کسانی که به اعتماد مبارزه می کنند، دعا کنید. برای کسانی که به افکار پلید اسیر شدن دعا کنید. دیگر کار خداوند را انجام دهید. شیطان تو را از این زندگی ها می رانم. با نام عیسی مسیح،